سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنجشنبه بر همکاری دولت بایدن با اسرائیل در مقابله با مسائل امنیتی خاورمیانه تاکید کرد. این در پاسخ به سوال خبرنگاری بود در مورد گفته‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر منتخب اسرائیل که گفته دولت او برای جلوگیری از دستیابی ایران به زرادخانه هسته‌ای هر کاری که لازم باشه انجام خواهد داد، چه با رضایت آمریکا چه بدون اون. Certainly have an ongoing and robust dialogue. ما مطمئناً گفتگوهای مستمر و مستحکمی با اسرائیل داریم، همچنین و روابط دفاعی برای مقابله با موضوعات مختلف که شامل رفتار تهاجمی احتمالی ایران در منطقه. بنابراین همونطور که می‌دانید به همکاری نزدیک با اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در این زمینه ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا وارد جزئیات این مسئله دیگه نشد. نتانیاهو در مصاحبه با بخش انگلیسی شبکه العربیه گفته بود که نمیخواد وارد جزئیات عملیاتی و فنی بشه، اما اعتقاد داره تا زمانی که یک گزینه نظامی معتبر در برابر حکومت‌های سرکشی که میخوان خودشون رو به سلاح هسته‌ای مسلح کنن وجود نداشته باشه، اون حکومت‌ها متوقف نخواهند شد. دولت جو بایدن هنوز دیپلماسی رو بهترین راه مسدود کردن مسیر جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته‌ای میدونه، اگرچه همواره گفته که برای تحقق این منظور همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی همچنان روی میز هست.